دور تازه گفتگوی نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به اضافه 1 پایان یافت، البته بدون دستیابی به نتایج ملموس. نتایج ملموس اونور نداشته، اینور بدبختی بود که بیا و ببین دل و پسا قلاب پیش زدن بیرون تو نظام. شربت مداری هم دیگه داره ناکس زبون درازی میکنه. فضاحتیه که شانس آوردی عقلت نمیرسه، وگرنه زیر بارش له و لورده میشدی. جام دکتر، مگه بیس کار و پایه کار طرح اقدام مشترک نیست؟ یعنی الان به صورت جزئی تر و دیتیل در این طرح جامع مطرح نخواهد شد، برعکس گفتگوهایی که من رصد میکنم. اوه اوه اوه، ندید بدید رو ببین، خودشو خفه کرد که یه طوری این دوتا کلمه خارجکی رو همینجوری خرج بکنه. بعضی رو باید ببری روان پزش بگی آی دکتر اینه ببینی، بی زحمت واسه اطرافیانش قرص آرام بخش تجویز کن. مشنگ خب بلد نیستی، مجبوری کلمه های قلم به سلم به خرج کنی. اعتماد به نفس تو یکی رو اگه خمیر بربری داشت الان پنیر موزارلای کمچربی بود. من خلاصه مشکلات مقام عظما رو خبر برات میگم، به شرطی که تو بوق نکنی اینا رو. ما رازداری شدیدی رو در این زمینه دنبال خواهیم کرد. داستان بمب اتمی که داره میره به همون سمت اوراق کردن کل دم و دستگاه و باز کردن پیچ و مورا. مثلا یکی از بحث ها در مورد خود آب سنگین عراق گفتن که احتمالاً از 40 مگاوات به 10 مگاوات در واقع کاهش پیدا میکنه. آره، یعنی آب سنگین عراق بی خاصیت میشه، دیگه فرقی با آب گرم حموم نمیکنه. جام دکتر، ما یک سری خطوط قرمز رو بیان کردیم، آیا اصول بنیادین تغییر کرده؟ اونا رو ولش، تو خط قرمز و آبی اینا رو چه میفهمی؟ مشنگ رفت کولر بخره، طرف گفت کولر آبی میخوای، گفت فرقی نمیکنه قرمزم بدی خوبه. حرفای بسیجی خربکن مقام عظما رو تو باور کردی؟ مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمونن که یارو گفت من تو زندگیم دروغ نگفتم جز همین جمله که الان گفتم. ولی مشکل این چیزا نیست، مشکل مال بعدشه. یکی از موضوعاتی که گاهی اوقات دغدغه آفرین هست اینه که موضوع هسته ای رو این مذاکرات فراتر برند. آره دیگه، ببین دیگه چقدر قضیه روه که تو هم بدون چتل فهمیدی. دلواپس هم دلواپس همینن دیگه، شربت مداری هم دیگه تره خورد نمیکنه واسه عظما. اگه میخوای بترسی بیا از این چیزا بترس. یارو بسیجیه، دوزاری، قیافش شبیه دفاع آخر فوتبال دستی، هیکل شبیه دسته مایتابه تفلون، ولی زبونش به ولی فقی دراز که آی با دلواپسی. ناکس صدایی میاد که میگن باید به فکر بعد ولی فقی باشیم. اکهه، مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که به مشنگه گفتم بابای باحالی داری، ماشاءالله چند سالشه؟ گفت والا نمیدونم چند سالشه ولی خیلی وقت داریمش. فهمیدی چی میگم؟ سربسته گفتم که اختلافات ما رو با 5 به اضافه 1 بیخیال، اختلاف تو دم و دستگاه خودمون رو بچسب که داره کمر عظما رو میشکنه. واقعا اختلافات چقدره؟ اینقدر میگه چقدره مشنگ؟ ما از مجری شانس نیوردیم، ما آدم بچه هاست تو قرعه کشی بانک هم که شرکت بکنه 6 ماه زندان براش در میاد. یه سیب افتاد زمین، حالا کل دنیا از قانون جاذبه با خبر شده، حالا این همه بسیجی از دورور مقام عظما ریختن تو یکی همون رفت داستان چیه؟ یه زمانی وقتی امام خورناس میکشیده میگفت همه خفه، از همین مقام عظما و حاجی رفسنجانی تا بقیه ماستا رو کیسه میکردن. زهرمانی رو که امام خورد تا چند سال بعدش حرفش هم نزدن. خود مقام عظما رو هم بالاخره یه زمانی همینجوری باش تا میکردن، میگفتن لبک و از این حرفا. الان بدبخت بیچاره رو کشکم حساب نمیکنن، صاف صاف وای میسن تو روش، میگه گره نزنین، یکی گره میزنه یکی گره باز میکنه یکی گیر میده. ناکس چه بدبختی گیر کرده بدبخت بیچاره.
طبعا اینا حالا بحثش جای دیگریست. نه خیر، همینجاست. تو لازم نکرده جاشو تعیین بکنی. اولش میگفتیم بالاخره بخوایم از زیر تحریم بیایم بیرون و وانریم، قیمتش همینه. چهار تا بسیجی مشنگم خب نقنوق بکنن، اشکالی نداره. چون از قدیم گفتن از نشونه های یه عدسه دلچسب اینه که پشتش دو سه تا صدای زهر ما رو کوفت از قسمت های مختلف خونه بشنوی. ولی این قضیه بیقدارتر از این حرفا شده. میدونی مقام عظما تصمیمات سختی باید بگیره. و آخرین پرسش که وقتمونم گذشته این هست که آیا ممکن هست یک مقدار این تصمیمای سخت رو سریعتر بگیرن؟ اون خودش به اندازه کافی بدبختی داره. تو یکی لازم نکرده هولش کنی. مشکل فقط تو تصمیم گرفتن این نیست که، تو پیش بردن اون تصمیمه. جای مشکل عوضی گرفتی دوباره. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو گفت انقدر گوشم سنگین شده که صدای سرفه خودم هم نمیشنوم. بعد مشنگه این همین یارو گفتش که خب بلندتر سرفه کن که بشنوی. سپاسگزاریم از مشارکت شما و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید. عزت همگی بینندگان زیاد.